به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان مجموعه سالات امتحان نهایی رو از خرداد ماه سال 99 در خدمت شما هستیم برای بچه های عزیز رشته ریاضی مجموعه سالهایی که شما رو آشنا میکنه با نحوه امتحان های نهایی همونطور که براتون هم قبلا هم گفتیم بچه های عزیز اینها در محدوده ای کتاب هستن مطالعه درست روی کتاب خوندن جزئیات مهم از کتاب و خط کشیدن اونها یادداشت اونها توجه به اونها میتونه شما رو در این آزمون موفق کنه همونطور که میبینید اولین سوال میگه در جمله های زیر جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید در حرکت بر روی خط راست و بدون تغییر جهت مسافت با جابجایی گفتیم برابره پس اینجا می نویسیم چی جابجایی خب شتاب متوسط کمیتی برداری است و همجهت با بردار تغییرات سرعته تغییرات سرعت نه سرعت تغییرات سرعت در حرکت جای خالی سرعت متوسط متحرک در هر بازه زمانی دلخواه با سرعت لحظه‌ای آن برابره در حرکت یک نواخت که سرعت ثابته یک نواخت یا با سرعت ثابت، سرعت متوسط در هر بازه، با سرعت هر لحظه برابره. بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است. بردار سرعت همیشه مماس مسیر حرکته، بله؟ سه، شیب خط مماس بر نموندار سرعت زمان برابره. شتاب لحظه ای یا شتاب حرکت است شتاب لحظه ای یا شتاب متحرک خب مفاهیم ساده ای داشت بچه عزیز ادامه میدیم بریم سراغ سال بعدی نمودار سرعت زمان کشیده در امتداد محور اکسا برای متحرک مطابق شکل گفته جابجایی متحرک در کل زمان حرکت چند متر بچه جابجایی با مساحت زیر نمودار برابر. پس مساحت زیر نمودار رو که پیدا کنین در واقع جابجایی رو پیدا کردی. دلتای x برابر با آن. اس. خب. مسالاس. قاعده 12. ارتفاع 10. تقسیم بر دو. خب 10 با بود ساده میشه. میشه 5. میشه 7 بود 5 متر. میگه شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی 5 تا 15 در لحظه 5 سرعتمون دهه در لحظه 15 سرعتمون صفره پس شتاب متوسط آی ای, ای وی میشه دلتا وی یعنی وی دو منهای وی یک تی دو منهای t یک خب از اینجا وی دو ما یعنی اون سرعت آخریمون تو لحظه میشه 0 منهای و یکمونم که تو لحظه 5 ده بله بازه زمانی اونم 5 تا 15 میشه 15 منهای های 5 میشه 10 خب پس منهای های ده به 10 مثبت میشه منفی یک متر بر مزوره ساانی بسیار بسیار سال های آسونی هست بچه ها. می که چقدر راحت میشه باهاشون کنار اومد. و اما سال بعدی از سقوط آزاد سنگی از صخری به ارتفاع 125 متر نسبت به زمین در شرط خلا رها میشه یعنی به صفر صفر میگه چند ثانیه طول میکشه تا سنگ به زمین برسه جرم ده داده نمودار مکان زمانش رو رسم کنید خب بچه های عزیز من دلتا ایگرگ بود یک دوم جت دو دلتا ایگرگمون 125 متره یک دوم جرم که داده ده ت دو این پنج میشه صد بیست هم با پنج ساده میشه میشه بیست و پنج مساویه با ت دو تیمون میشه پنج ثانیه این زمان سقوطش تا رسیدن به زمینه خب بعد میگه که نمودارش هم رست کنید این نمودار مکان زمانشه بچه ها ایکستی سرعت اولیش چون صفره پنابراین از مبدع گفته شروع حرکت و مبدع مکان بگیرید یعنی اینجا خب گلوله با سرعت اولیه صفر سقوط میکنه پس از پنج ثانیه به صد و, بیست و پنج متر میرسه اینم مکان زمان بله خیلی ساده است میبینید بچه های عزیز اون توجهی که شما دارید میبینید که چقدر سوالا رو میشه ساده و راحت حل کرد درستی یا نادرستی جمله‌های زیر رو با علامت دال یا نون مشخص کنید در حرکت دایره یک ذره در بازه‌های زمانی برابر مسافت یکسانی تو حرکت یک چون با تندی ثابتی انجام میشه متحرک در بازه‌های زمانی یکسان میتونه مسافت های یک سانیتری کنید پس این درست دال می‌ذاریم. در حرکت دایره یک نواب، بردار شتاب در هر لحظه به طرف مرکزه بله چون شتاب شد جهت شتاب همیشه به سمت مرکز اینم دال نیروی گرانشی میان دو ذره با فاصله آنها در صورتی که با مجزور فاصله رابطه وارون داره پس این غلطه باید مجزور میگفت یا توان دو میگفت در حرکت ماهواره ها تندی مداری یک ماهواره به جرم آن بستگی داره ندارد درسته به جرمش بستگی ندارد الکترون ها در اتم تحت نیروی گرانشی هسته نیروی هسته نیروی الکتریکی جز نیروهای گرانشی نیست پس این هم نادرسته اگه او تحت تاثیر نیروی الکتریکی هسته یا تحت نیروی جاذبه هسته حالا این گرانشی که گفته میریم سراغ اون نیروهای گرانشی که بین دوتا جرم هست بله اینم از این خب ادامه میدیم سال بعدی رو میگه مطابقش کتابی رو با نیروی افقی F اف به دیوار قایمی فشرده و ثابت نگه داشتیم با افزایش نیروی F اف چه نیروهایی تغییر میکنن نیروی استکاک ایستایی بچه نیروی استکاک همواره با وزن برابره چون شما هر چی رو زیاد کنید چون اینجا ساکن میمونه یعنی نیروی وزن با اف اس برابره چون نیروی وزن ثابته استکاک هم که اونو نگه میداره ثابته بنابراین تغییر نمیکنه میگیم ثابت میماند خب نیروی عمودی تکیگاه هرچی افو زیاد میکنید خب قطعا بچه عزیز n هم زیاد میشه چون n با f برابره با افزایش f n هم زیاد میشه میگیم افزایش مییابد نیرویی که دیوار به کتاب وارد میکنه نیرویی که دیوار به کتاب وارد میکنه بچا برایند اون fs است که ثابته و این n که در حال افزایشه بنابراین چون n داره زیاد میشه r هم زیاد میشه F ثابته این F سکاک سکاک ایستایی ماست این ثابته چون این زیاد میشه چون N زیاد میشود پس R هم زیاد میشه پس این هم افزایش نیرویی که دیوار به کتاب وارد میکنه با نیرویی که کتاب به دیوار وارد میکنه یک بله اینم از این هم بریم سراغ سال بعدی بچه عزیز میگه وزنی به جرم دو کیلوگرم را به فنری که طولش پونزده که ثابتش هم ده نیوتن بر متر میبندیم و فنر رو از سقف یک آسانسور میآویزیم اگه آسانسور در حالی که به طرف پایین حرکت میکنه شتابه دو متر بر م... مجزور سانی متوقف بشه یعنی حرکتش رو به پایین کن شونده است کن شونده رو به پایین کند شونده رو به پایین بله طول فنر چند سانتی میشه بچه اگر ما شکلش رو بکشیم ببینید این فنری که از سقف آسانسوره نیروهایی که بهش وارد میشه یه دونه وزن امژه یه دونه هم اف فنره چون میره پایین میگیم MJ منهای F مساویه با MA ولی حواست باشه A کن شونده است چون داره متوقف میشه M که هست میشه 20 چون J رو 10 گرفته F مون هم که میشه K دلتا L بذارید بنویسم اینو مساویه با MA خب دوباره مینویسیم 20 منهای K مون رو داده 10 نیاتون بر سانتیمه تغییر طول فنه رو میخوایم در واقع اممونم دو شتابمونم منفیه دوه. شتاب منفی دوه. جرممون که دو بود، شتابمونم منفی دو. خب، این ده دلتایل میره اونور. این چهار منفی میاد، اینور میشه بیست و چهار. بنابراین دلتایل ما در میاد دو و چهار دهم سانتیمتر. چون طول سانویه رو میخواد، میگه طولش به چقدر میرسه؟ گفته طول فنر چقدر؟ دل تا ال در واقع ال دو منهای ال یکه اینو داریم دو چهار ال دو رو نداریم ال یک خودش گفته بود پونزده پس این میاد این طرف ال دو ما میشه هفته و چهار دهم سانتی متر میشه چون اینو نیوتون بر سانتیمتر گذاشتیم دیگه تغییرم ایجاد کردیم با سانتی خواهد بود بنابراین طول ثانویه میشه 17 و دهم سانتی یعنی دو و دهم به طول فنر اضافه میشه خب سال بعدی میگه شخصی به جرم 60 کیلوگرم از یک بلندی روی یک توشک سقوط میکنه اگه تندی اون هنگام رسیدن به توشک 5 باشه و پس از دو دهم ده ثانیه متوقف بشه یعنی سرعتش صفر بشه اندازه نیروی متوسطی که توشک بر او وارد میکنه چقدره بچه ها این نیرو میشد دلتا پی به دلتا تی اف ما میشه ام دلتا وی به دلتا تی خب اف متوسطی که وارد میشه جرمش که شسته سرعتش بچه عزیز از پنج رسیده به صفر چون گفته متوقف یعنی در واقع میشه منفی پنج اینم جهت رو به پایین مثبت گرفتیم اینو رو به بالا منفی گرفتیم بنابراین فرقی نمی‌کنه پس من اینو قدر مطلق می‌ذارم اینو می‌ذارم 5 ولی قدر مطلق دلتا تیمون هم گفته 2 دهم خب پس اف متوسط ما میشه 60 در 5 میشه 300 تقسیم بر 2 دهم ده افمون میشه چند بچه 3000 به دو میشه 1500 این نیروی متوسطیه که به شخص وارد میشه برله پس 6 و ضبطره 5 کردم شو سیصد 300صد سی تقسیم دو دهم میشه سه هزار تقسی دو میشه ه و500 می اینم از این ادامه میدیم سوال 8 که بازم از این مواردی که باید انتخاب بشه در جملات زیر عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید با توجه به نحوه انتشار امواج الکترومیسی می توان گفت این امواج ارزی هستند امواج الکترومیسی همشون ارزی هستند برای امواج مکانیکی تندی انتشار موج طولی در یک محیط جامد بیشتر از تندی آن در امواج ارزی این عین جمله کتابه اگه چشم صوتی به یک ناظر ساکن نزدیک شود بس آمد صوتی که ناظر میشن چون هر موقع گفتیم نتیجه حرکتشون نزدیک شدن بود اثر دوپلر بود افزایش پیدا میکنه وقتی چشمی نور از یک ناظر آشکارساز دور می طول موج تغییر میکنه و به آن انتقال سرخ میگن اگه نزدیک میشد آبی اگه دور میشد سرخ خب سال بعدی میگه معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر به جرم امون داده و های عزیز یک دهم ده کیلوگرم در اس SI اینه میگه که بیشینه تندی نوسانگر چقدره وی ماکسیموم بچه های عزیز آ اومگاس آ رو که داریم این آ پنج آ پی هم که اومگاه بنابراین وی ماکسیموم ما مساویه با آمون هست دو صدم ضرب در ۵۰ پی خب این که میشه 100 دو رقمش میره میشه خود پی متر بر ثانیه انرژی مکانیکیش این میشه چی بچه ها؟ میتونیم بگیم یک دوم MV مکسیموم به دو که اینجا چون داریم دیگه نیازی یک دوم M اومگا دو هم نوشتید ایرادی نداره ولی چون دارمش خیلی راحت هست این مساویه با یک دوم جرممون 100 گرم میشه دهم، ده ضرب در اینم که به توان دو میرسه میشه پی به توان دو بله اگه پی خودش ده داده بود که میتونه جاش ده بذارید من نمیدونم حالا اینجا ده داده یا نه چون اینجا چاپ نشده خب پس از اینجا میشه پی دو بیستم. جول بر حسب جول خواهد بود یک دوم ام اممو یک دهم ده صد گرم شده یک دهم ده وی ماکسیموم مونم که پی در اومد به توان دو میشه پی دو بیستوم بله این هم هست بریم سراغ سال ده شکل مقابل تصویر یک موج ارزی را در یک ریسمان نشان میده در یک لحظه میگه نقش موج را در زمان تی چهارم بعد نشان دهید جزء ام در چه جهتی حرکت میکنه بچه اول به جهت موج نگاه کنید این جهت موج به این سمت پس الان به این ذره قله داره میرسه یه دره پشتش رو نگاه میکنیم چون موج اینور میره پشتش میشه یه دره از نظر زمانی بچه اگه این محور زمان بگیرم تی از اینجا تا اینجا میشه بنابراین این ذره چون سوار موج میشه اگه بخوایم نشون بدیم این ذره ام میرسه دره بهش میاد اینجا یعنی اگر بخوای رسمش کنید یه همچین شکلی میشه بله حالا از این برم که ادامه داره خب من اینو بیارمش ببرم این بر. بله این هم اصلا. پس نقطه ام میاد اینجا بچه های عزیزم ببینید تی چهارم چجوری حساب کردم نگاه کنید تی چهارم یه تغییر فاز پی دوم روش اعمال میکنه از نظر زمان گفتیم این تی چهارمه چون موج داره به این سم میاد بنابراین شما الان به این یه ذره میرسه یعنی ذره ام در واقع سوار موج بشه میاد اینجا پس شکل موج اینطوری در میاد بله خیلی آسون بوده سال 11 با زیاد کردن صدای تلویزیونی شدت صدایی که به گوش میرسه 100 برابر میشه طراز شدت صد چند دسیبل افزایش بده میکنه یعنی آی 2 به آی 1 ما آی 2 به آی 1 ما میشه یعنی در به توان 2 میگیم بچه ها بتا دو منهای بتا یک میشه ده دو لوگ آی دو به آی یک خب پس بتا دو منهای بتا یک مساوی با ده دو لوگ ده به توان دو ده به توان دو این دو میاد اینجا میشه بیست بیست لوگ ده هم که میشه یک در مبنای ده پس میشه بیست دسیبل بیست دسیبل افزایش پیدا میکنه خب ادامه میدیم سال بعدی میگه در شکل مقابل پرتوهای بازتابیده از آینه تخت ام 1 و M2 رست کنید و زاویه بازتاب آینه ام 2 رو مشخص کنید من دیگه رو خود همین اول خط عمود رو میکشیم این زاویه تابش چهله پس تابشش پنجاه میشه با سطح آینه 40 زاویه تابش ما میشه پنجاه بازتابشمون هم همین مقدار میشه پنجاه در میاد باله من اینو یه خورده بهتر بکشم بچه های عزیز این پاک رو پیدا کنیم آها خب این هم من دو پاکش کنم بریم سراغ این پس اول خط عمودی کشیدم زاویه تابش با زاویه باز تابش با با برابره اینم میشه 50 درجه میاد میخوره به این اینجا که 50 ها، اینجا هم که خود 40 40 چهل با 110 میشه 150 از 180 کم بکنید این میشه 30 درجه 30 درجه بله من اینم باز درست کنم از این ور که میگیریم کارو خراب میکنیم خب اینم میشه سی درجه بچه ها. خط عمود رو میکشیم این زاویه میشه شست باستابشش هم میشه 6 بله، شما شکل رو انتقال میدید روی برگتون پاسخنامهتون به همین شکل رسم کنید این باستابش از آینه اوله اینم باستابش از آینه دومه خب زاویه باستا به آین دوم هم تعیین کردیم میشه چند درجه؟ شست درجه بله خب سوال بعدی میگه که در شکل مقابل موج فرودی از هوا وارد شیشه میشه بخشی از موج در سطح جدایی دومید باز میتابد و بخش دیگر شکست یافته وارد شیشه میشه مشخصه های موج شکست شامل طول موج بسامد و تندی را با موج فرودی مقایسه کنیم بچه وقتی از یه محیط به محیط دیگه میره تندی چون از هوا وارد شیشه شده تندی کم میشه طول موج کم میشه بسامد ثابت میمونه بسامد جزء ثابته چون از ویژگی های منبعه بنابراین طول موج کاهش چون سرعت کاهش پیدا میکنه تندی انتشار کاهش ولی بسامت ثابت میمونه پس جداگانه خودتون توی میگی طول موج و تندی کاهش پیدا میکنن چون از هوا وارد شیشه میشه ضریب شکست شیشه بیشتر از هوا هم تندی و هم طول موج کاهش ولی بسامت ثابت میمونه خب ادامه میدیم سال 14 میگه در آزمایش یانگ پهنای هر نوار روشن یا تاریک چه تغییری میکنه اگه به جای نور آبی از نور قرمز چون میگیم طول موج نور آبی چون طول موج نور حالا چون قرمز آخر گفته طول موج قرمز بیشتر از طول موج آبی است پس پهنای نوارها بیشتر می شود افزایش می هم فاصله هم پهنا میابد هم فاصله نوارا زیاد میشه هم پهناش آزمایش رو به جای هوا اگه در آب انجام بدیم میگیم چون طول موج کاهش پیدا میکنه با کاهش طول موج پهنای نوارها هم کم میشه پس با ورود با انجام آزمایش در آب تندی و طول موج کاهش یافته و در نتیجه فاصله و پهنای نوارها کاهش می‌یابد چون فاصله و پهنای نوارها با طول موج رابطه مستقیم داره بنابراین یه آزمایش رو تو هوا به جای هوا تو آب انجام بدیم چون تندی کم میشه طول موج هم کم میشه چون طول موج کم میشه فاصله و پهنای نوارها هم کم میشه بله ادامه میدیم سال 15 میگه در یک تار دو سر بسته بسامد هماهنگ های سوم و چهارم به ترتیب 270 360 بسامد اصلی و بسامد تشدیدی پس از 450 هر کدوم چند هرتزه؟ بچه عزیز شما میدونید که بسامت های تشدیدی F1 بعدی دو F1 بعدی سه F1 همینطور ادامه داره تا N تا F1 بشه اختلاف دو بسامت متوالی اختلاف دو بسامت تشدیدی متوالی برابر بسامت اصلی است یعنی F1 است خب پس اینا چون سوم و چهارمه بچه یعنی سی سد و شست منهای دیویست و هفتاد کنیم میشه نوت این یعنی F1 ما یعنی سوم که میگه سه تا نوت تا میشه دیویست و تا چهار تا نوت تا میشه سی سد و شست تا خب میگه بس آمد تشریدی پس از 450 پس پس از 450 من اینجا می نویسم یعنی اف ما میشه 450 به علاوه یه دونه اف 1 میشه 300 و 540 و هرتز 540 هرتز میشه یه دونه 90 تا یعنی اف 1 بهش اضافه کنید میشه این مال قسمت الف شد حالا قسمت به اگه تندی انتشار موج ارزی 180 بشه طول تار چقدره خب ارزم موضوع شما که طول تار چند متره بس آمده اصلیمون رو داریم بس آمده اصلیمون شد F1 مساوی با V به دو L ببخشید V به دو L این من پاک کنم اینو بد افتاد خب این بس آمده است این که شده 90 این که شده 90 اصلیمون ویمون هم داده 180 تقسیم بر دو ال ال رو جایگزین می‌کنیم L مون میشه 180 این هم میشه 180 میشه یک متر پس طول تار یک متر اینم هم از این بچه های عزیز بریم سراغ سال بعدی میگه متحرکی در امتداد محور x با سرعت ثابت حرکت میکنه اگه متحرک در لحظه t1 یعنی در لحظه صفر در مکان x1 باشد و در لحظه t2 16 ثانیه در مکان x2 باشد معادله مکان چیه بچه ها؟ بنابراین بچه ها x مساوی با vt و علاوه x صفر این معادله حرکت یک نواخته x صفر رو مونم در لحظه صفر x صفر هم داده منهای 20 خب تو لحظه 16 بچه ها x مونم قرار بدیم اینو 60 میذارم v رو ندارم اینم 16 اینم که منهای 20 منهای 20 میاد این ور میشه 80 تا تقسیم بر 16 میشه میشه v وی ما v مون در میاد 5 متر بر ثانیه خب حالا از ما چی میخواد معادله مکان زمان معادله رو مینویسیم x مساوی با 5t منهای 20 این همیشه میشه معادله حرکتش بسیار آسونه بچه سال بعدی رو داریم بچه عزیز میگه شخصی یک جعبه 40 کیلوگرمی را روی یک سطح افقی به ذریع به استکاک جنبشیه 25 توسط یک تناب افقی میکشه اگه نیروی کشش تناب 400 نیوتون باشد شتاب حرکت جعبه چقدر است جرم داده ده متر بچه اولین کاری که میکنید بیاید شکل رو بکشید این جعب است یه نیرو وزن بهش وارد میشه که داده 40 کیلوگرم میشه 400 نیوتن وزنش یه ان هست که ان با ام برابره میشه 400 یه نیروی اف وارد میشه که این افرم هم داده 400 نیوتن بچا یه استکاکی که استکاک لغزشیه استکاک هم میتونید پیدا کنید کا میشه موی کا این موی کا داده 25 صدوم این هم که بچه عزیز گفتیم با امجه برابر 400 میشه 100 نیوتون درسته؟ حالا میگیم شتاب حرکت که به این سمته میگیم اف منهای اف کا مساویه با ام آ اف مون 400 منهای این هم که شد 100 مساویه با اممونم که چهل آ این بره میشه سی تقسیم بر 40 میشه شتاب ما که میشه هفت و نیمت بر مجزوره ثانیه خیلی ساده و راحت ادامه میدیم سال بعدی طول آونگ ساده 160 سانتی متر تعداد نوسان 50 نوسان این آونگ چند دقیقه طول میکشه خب ما اول بیایم بسامد یا دورش رو پیدا کنیم تی آونگ بود بچه ها دو پی رادیکال ال ویژه درسته بچه ها خودش گفته پی و سه بگیرید هیچی رادی نداره بنابراین ما میایم جایگزین میکنیم تی رو پیدا میکنیم میشه دو پی میشه دو ضب در سه رادیکال ال هم که 160 میشه 16 یک و 6 دهم ده اینم هم که 10 میشه 16 صدم جزرش میشه چهار دهم. ده بنابراین تی میشه شیشه دو زبدر در سه می نویسم یه بار دیگه زب بچه ش... یک و دهم ده تقسیم مره ده میشه شونزده صدم جذرش میشه چهار دهم. ده این چهار دهم ده پس تیمون در میاد دو زب داره سه شش شیش, شیش زبدره، چهار دو و چهار دهم ثانیه خب تی بچه ها در می تی انوم زمان دوره تناوب میشه زمان طی شده به تعداد نوسانات اینجا از ما تعداد نوسانات میگه 50 تا نوسان چند دقیقه پس تیمونو داریم دو چهار پن... پنجاه تا نوسان زمانش میخوایم ببینیم چند دقیقه میشه اینو در این ضرب بکنیم صف با ممیز میره تیمون میشه 120 پس از اینجا این ثانیه است میشه دو دقیقه یعنی دو دقیقه یا 120 ثانیه در واقع زمان برای 50 تا 90 ثانه. سال بعدی میگه پاشندگی نور رو تعریف کنید و علت آن را توضیح دهید بچه‌های عزیز میدونید که نور هر نوری از منشور عبور بکنه اگه نور مرکب باشه مثل نور سفید با عبور از منشور تجزیه میشه علتش چیه؟ به خاطر اینکه طول موجهایی که در این نور سفید وجود دارن با هم متفاوت هم و منشور ضریب شکست متفاوتی رو برای هر کدوم از این طول موجها داره نور قرمز که بلندترین طول موج داره کمترین ضریب شکست شاملش میشه نور بنفش که کوتاهترین طول موج داره ضریب شکستش بیشترینه بنابراین علتش به خاطر تفاوت ضریب شکست منشور برای طول موجهای رنگی که در نور سفید وجود داره این باعث پاشندگی میشه بله این از این خب سال بعدی میگه در پدیده فوتوالکتریک تابع کار رو تعریف کنیم گفتیم حداقل کار یا انرژی لازم برای کندن یه الکترون رو میگیم تابع کار کمترین کار یا انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از سطح فلز رو بهش میگیم تابع کار نمودار بیشینه انرژی جنبشی فوتو الکترون ها بر حسب بس نور فرودی را رسم کنیم بله بچه ما اومدیم گفتیم که این اگه کای باشه این هم که بسامد باشه نمودارش یه همچین چیزیه که این F F, -S -S -F یعنی بسامد آستانه است این بس آمد آستانه که شیبش هم یادتون باشه همون ثابت در از پلانکه بله خب ادامه میدیم سال 21 با استفاده از رابطه بر برای انرژی الکترون در اتم هیدروژن اختلاف انرژی چهار به دو را محاسبه بکنید خیلی خوب بچه ها ای این برابر بود با منفی ای آر این دو خب پس بنابراین میاییم ای چهار رو یا ای دو رو فرق نمیکنه کنه ای چهار منهای ای دو میشه میشه منفی ای آر این به توان دو منهای ای آر این پیریم به توان دو خب این اختلاف انرژی یعنی دلتا ای رو پیدا می کنیم منفیه اینکه که سیزده و شیشه اینم که چهار میذاری میشه شانزده منهای اینم که سیزده و شیشه درسته بچه ها که البته منفی در منفی میشه مثبت چرا؟ چون اینها رو از هم میخوایم کم بکنیم این منفی در منفی اینم زرد میشه میشه مثبت میشه چقدر بچه های عزیز میشه؟ دو دو به توان دو میشه چهار خب از اینجا دلتا ای ما میشه خود 16 رو مخرج مشترک بگیریم 16 بله. این میشه 16 مخرج مشترک به این میشه منفی 13 و 6 به علاوه اینم که به این میشه 4 مرتبه میشه 4 تا 13 و 6 ببین شما نیاز نیست ضربم بکنید بچه ها چهار تا سیزده و ۶ من ها یه سیزده و سی... میشه یه دلتا ما میشه سه تا سیزده و شش تقسیم بره شانزده این به چهار میشه چهار اینم به چهار میشه سه و چهار دهم باز هم بازم ساده میشه این به چهار میشه دو اینم که میشه یک و هفت خب از اینجا این در میاد سه و چهار تقسیم بره دو سه ضرب سه هفت و بیست و یکی درستش کنم بچه ها ببخشید ضربش درست نبود خب این میشه پنج و یک تقسیم بره دو حالا بر حسب الکترون ولت هم میشه پس این شد سه تا به یه بار دیگه 13 و 6 رو به چهار میزنیم این به 4 میشه چهار، این میشه سه و 4 دوباره به دو هم ساده میکنیم این میشه دو، این هم که میشه یک و هفت سه تا یک و 7 میشه 5 و یک تقسیم بره دو الکترون ولت میشه مقدار این اختلاف انرژی خب سال بعدی قسمت های اصلی یک راکتور هسته‌ای را نام ببرید بچه هایی قسمتش که مربوط به سوخته میله های سوخت قرار داره یه قسمتش هم مربوط به کند شدن قلب راکتور و در واقع کندساز میدونیم که موادی وجود دارن که کادمیوم و بر هستن که اینها رو برای کنترل کردن تعداد نوترون ها به کار میبرن و دیگه چی داریم بعد از این خنک کننده ها رو هم داریم درست چهار قسمتش پس شد یکی قسمت مربوط به سوختشه یه قسمت مربوط به خنک کننده هاست یه قسمت هم مربوط به در از قلب راکتوره که در اونجا اون فعل و این فعالات انجام میشه و این چهار مرحله چهار قسمتی که براتون گفتیم سال بعدی رو داریم بچه عزیز میگه قسمت اصلی یک راکتور هستی رو نام ببرید چهار مورد بچه قسمتی که سوخت هستهیه سوخته هستی کندساز ها درسته بچه ها میله های کنترل و شاری که خنک کننده است شاره خنک کننده سوخت هسته ای که همون اورانیوم 235 ه ساز برای اینکه نوترون رو کند بکنه تا جذب اورانیوم 235 بشه میله های کنترل برای اینکه اون واکنش زنجیره رو هر زمانی لازمه متوقف کنه و شاره خنک کننده برای اینکه بتونه اون به صلاح، که شامل دو بخش هم هست بتونه اون راکتور رو خنک کنه بله و سال بعدیمون میگه نیمه عمر یود برابر هشت روز پس از گذشته چه روز چه کسی از هستای اولیه در محیط باقی میمونه بچه ها ان به دست می میشد ان صفر دو به توان ان میشد انم هم که میشد زمان طی شده به زمان نیمه عمرمون بود خب گفته پس از چهل روز اینم که هشت میشه پنج برابر این از اینجا ان میشه ان به دو به توان پنج یعنی میشه یک سی و دومه ان یعنی یک سی و دوم از اون هسته ها باقی میمونه خب ببینیم دیگه سال دیگه داریم نه سه تا سوال بود در خدمت شما درود بر شما